سراغ بحث مولتی کلیپ یا در واقع همون کات کردن بین چند تا دوربین. توی فاینال کات شما برای این کار تصاویری رو که فیلم برداری کردید انتخاب میکنید. مثلا این تصویر شماره یک ما هست، دوربین شماره یک ما، دوربین شماره دو ما، دوربین شماره سه ما و دوربین شماره چهار ما. شما لحظه که بین اینها مشترک است رو انتخاب میکنید، مثلا زدن این دسته، و بر اساس اون میتونید اینها رو سینک بکنید. اینجا میتونید شما به طور مثال این پوینت رو بزنید توی کلیپ سه‌تون، اینجا دقیقا لحظه بسته شدن دست این پوینت رو بزنید، توی دو هم همینطور، توی یک هم همینطور، و این سه چهارتا رو انتخاب بکنید. بیایید توی مادیفای Make Multi Clip. اینجا ازتون میپرسه که بر اساس چی میخواید اینها رو با هم مچ بکنم. من میگم بر اساس این پوینت. شما میتونید بگید بر اساس آوت پوینت یا تایم کد همین کار رو انجام بده. اینجا چون من این پوینت گذاشتم برای مچ کردنشون، توسط این پوینت این کار میکنم. البته من قبلا این کار رو انجام دادم و همونطور که شما میدید این کلیپ رو درست کردم. شما این مولتی کلیپ رو وارد تایملاینتون میکنید، همونطور که قبلا دیدید درگ میکنید توی تایملاینتون. و اگر من الان این مولتی کلیپ رو روش دابل کلیک بکنم و پلی رو بزنم، همونطور که شما میبینید این چهار تا تصویر همزمان با هم به صورت سینک پلی میشن. اما چطور میتونیم بین اینها کات بزنیم؟ شما وقتی که روی این کلیپ دابل کلیک کردید، اینجا به جای اینکه پلی هدتون به جای سینک آف باشه، اون رو باید روی اوپن بذارید. اوپن کاری که انجام میده به این معناست که هر چیزی که الان داره توی تایملاین پلی میشه رو توی پنجره ویور باز بکنه و برای شما نشون بده. من دستور اوپن رو میزنم، میام توی تایملاینم، برمیگردم عقب. حالا اگر اسپیس رو بزنم و پلی بشه، خب البته متاسفانه من انقدر کیفیت رو بردم بالا که به رندر نیاز داره. اجازه بدید من یه مقدار کیفیت رو کم بکنم. Unlimited RT Dynamic Use Playback Setting و Base Layer Only. خب حالا من میتونم پلی بکنم و در واقع مشکل حل شد. یک بار دیگه اجازه بدید من نشونتون بدم. Open، میاد توی سیکونستون و حالا اگر شما پلی رو روی سیکونستون بزنید و اونجایی که میخواید کلیک بکنید، مثلا من میخوام سویچ بکنم روی این دوربین، توی این لحظه میخوام سویچ بکنم روی این دوربین، توی این لحظه میخوام سویچ بکنم روی این دوربین و توی این لحظه سویچ بکنم روی این دوربین، یا مثلا توی اینجا این دوربین و این دوربین. به محض اینکه من اسپیس رو دوباره بزنم، چون دقیقا میبینید که همون جاهایی که من موسم رو کلیک کردم برای من کات پوینت ایجاد کرده. همینطور که شما توی این سیکونس میبینید، دقیقا توی همون لحظاتی که من کلیک کردم سویچ میشه دوربین. خب نکته دیگه که وجود داره اینه که شما میتونید این کار رو با کیبورد هم انجام بدید. به این معنا که من اگر این مراحل رو یک بار تکرار بکنم، ممکنه مقدار این حرف من تکراری به ذهنتون برسه، به نظرتون بیاد، ولی اجازه بدید یک بار دیگه مرحلش رو من توضیح بدم. بعد از اینکه شما این مولتی کلیپ رو درست کردید و وارد تایملاین کردید، روش باید دابل کلیک بکنید. حتما بعد اینجا اوپن رو انتخاب بکنید و حتما باید بعدش بیاد توی سیکونستون. یعنی این سه تا مرحله غیر قابل تغییره فعلا که ما فاینال کات پرو استودیو 2 رو داریم تجهیز میکنیم. میتونید برید به اول کلیپتون، پلی رو بزنید و الان اگر اینجا با موستون کلیک بکنید همزمان که این داره پخش میشه، میتونید کات زنده بدید. مثلا اینجا، مثلا اینجا و
اینجا. نکته که وجود داره اینه که مارکرهایی که شما میدید اینجا میذاره بعدا بر ما کات هاون میشن.